میگم آقا چرا به شما که نیروی انقلاب هستی از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفته؟ به من اگه کسی پول داده بیارید سندش رو منتشر کنید همه بدانن. یه 300 میلیون یه 200 میلیون تو پرونده است. 300 میلیون ایشون تایید کرد، 200 میلیون تو پرونده او گفته من تایید نمی کنم. ایشون باید بگید. 300 میلیون 7 سال پیش. 300 میلیون اون موقع چقدر الانه؟ چرا به شما این پول رو داد؟ شما آدم سیاسی هستی. هیچ سوال نکردی برای چی اومد این پول رو به جناب علی داد؟ چرا به شما آورد پول داد؟ با چه هدف؟ خیلی ممنون، بالاخره آقای چروبی جواب ندادن که 300 میلیون شهرام جزایری برای چی گرفتید؟ چقدر خوشم به گوشت آمد. از کجا گرفتید؟ جواب اردبیل و اینا رو ندادید. اجازه بفرمایید. من که میگم جواب میگم. ماجرای آقای شهرام جزایری فراموش نشد. من یه روحانی هستم، یه اجازه هایی از ابواب دارم. چی هیچ کسی اجازه ها رو نداره. چه فردی چه افرادی آمدن پیش من آقای جزایری رو آوردن، دو مرتبه هم آقای جزایری پول داد، 300 میلیون تومان بوده، 200 میلیون تومان نیست، اگر بود اگر 1 میلیارد هم بود میگفتم، چون صداقت خودم یه چیزا. به خدا آقای جزایری هیچی هم از من نخواست، اگر یه پولی درسته به من داد منو فرش کرده میشکرده. و مهمتر اینه که متاسفم لای اورا باید بگردم پیدا کنم ببینید رهبری چی نوشته. وای که آیت الله شاهرودی از نظر رهبری و از نظر همه ما عزیزه برداشته زیرون اما حالت توبیخی نوشه. جناب آقای شاهرودی این چی چشی به کاریست؟ یه کسی پول بده به یه فردی به خط خودش و او فرد پول رو در کارهای معمول خرج بکنه، موجه هم هست، نه او از این چیز خواسته نه این چیزی از او خواسته، هیچ کاری اصلا چیزی نخواسته. چرا افراد موجه خوب قضا شن خوب قضا نیست که کار بکنه؟ پول داستان شما همینه از آدم روشنه. ما بعضی ها رو دیدیم کسانی آمدن به اینها پول دادن به عنوان هدیه، به عنوان اظهار ارادت. اینا پول رو گرفتن نفهمیدن اسم این رشوه است. اونی که در عالم واقع اتفاق میفته شبیه یک دیگر است، منتها متفتن شدن دیدون که اسم این رشوه است. همینی که میان شما که یه جایی قرار داری که میتوانی یک کاری رو انجام بدی بر طبق میل او، میاد به شما اینجور دستت هم میبوسه پول میده، خب این اسمش رشوه است. رشوه حرام همینه.